درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم همراه دوست گرامی شهرام آریان. یکی دیگر از نشست های بررسی تاریخ تحلیلی ایران معاصر رو از دیدگاه جنبش رنسانس ایرانی خدمتتون پی میگیریم. نشست 20 از آغاز صفویه که چندانم سر نبود، ولی به هر حال سرآغاز سخن جا بود، آمدیم و رسیدیم به رخداد 25 تا 28 مرداد که به مثابه یک مانع بزرگ و یک دستانداز بزرگ در هر جاده سیاسی که توی این چند دهه خواسته در باره ایران کشیده بشه و ساخته بشه عمل کرده و هنوز نقطه نه فقط اختلاف، نقطه دشمنی خیلی از ایرانیانه. یه مقداری به خود 25 مرداد 28 مرداد پرداختیم، امروز میخواییم پی بگیریم آن چیزی که رخ داده پیامداش چی بوده. درود شاهین جان، با درود به بینندگان. بله، ما داستان 28 مرداد رو و اون روند رو کتاب اونجا کشاند رو توضیح دادیم، سیاستی که مصدق انجام داده بود و خودش رو سیستم رو بلوکه کرده بود. البته اون ادعا میکرد که بقیه کار شکنی میکنن، ولی سیاست بخشای بزرگیش انجام پذیر نبود. میزان قدرت نیروهای رو در رو و به ویژه مشکلاتی که اون زمان با کمونیسم بود در نظر گرفته نمیشد از سوی ایشون. پس از اینکه فشار آمریکایی‌ها بالا رفت با سرکار آمدن آیزنهاور و شاه مجبور شد که با اونا همراه باشه خلاف خواست قبلی خودش، و وقتی که در نبود مجلس و فرمان عزلش روبرو شد، مصدق در حقیقت 25 مرداد خودش یاغی شد و بعد دستگاه علیهش واکنش نشون داد. در این دستگاه البته سرویس های خارجی هم همراه بودن که کشور ایران سقوط نکنه، از کمونیست نیفته بود، نگرانی که اونا داشتن. و پس از اینکه مصدق فرو کشته شد و دستگیر شد، از اونجا در حقیقت یک بساطی در گرفت در درون نیروهای روشناندیش ایرانی که تا انقلاب طول کشید و تا به امروز هم طول کشید. اگر کسی از من بپرسه که این بساط رو چگونه میشه جمع‌بندی کرد، من چنین میگم که اونها در زمان مصدق یک سیاست ایدئالیستی انجام ناپذیر رو دنبال میکردن، هنگامی که باهاش به شکست خوردن وارد اون طرحی شدن که خاورزمینی های مسلمون بی اندازه دوستش دارند و اونم حالت در حقیقت مظلومیت در موضع کربلاست. یعنی اینکه بعد از اون هر گونه کمیونیکیشن یا همرسانی منطقی میون نیروهای جبهه ملی و میون نیروهایی که نیروهای توسعه خواه بودند که شاه در رأسشون بود قطع بود. البته این برم هیچ گونه استعدادی نداشت در کمیونیکیشن درست حسابی، یعنی از سوی شاه هم اینطور نبود که دربار و شاه و یارانش هم اینا هم توان بسیار نیکی در کمیونیکیشن داشته باشن. داستانش دراز، حالا بهش میرسیم، از تو نخست وزیری های گوناگون که اومد، به ویژه روزگار امینی که کوشش های شد و نگرفت. ولی اونوریام دیگه مستقیم رفته بودن روی ترمز دستی کشیده و بلوکه کردن و دائم از دور دشنام دادن و گریه کردن و بساط کربلا رو برکشیدن. دقیقا تو موقعیتی بودن که خاورزمینی عاشقشن، یعنی خاورزمینی مسلمان چون خودش میدونه که کاری از دستش نمیاد، خودش رو به وضعیت‌های عجب و غریب میندازه با ادعاهای بالا و نویدهای بالا، برانگیخته میکنه افراد رو، با خودش میکشونه افقهای دور رو نوید میده، ولی چون در توانش نیست که به اون افقها برسه، مجبوره که وسط راه امام حسین بشه که بگه منو جلومو گرفتن وگرنه میرسیدم. داستان روانشاد مصدقم از همین کتگوریه. منظور بعدی داشت؟ نه، اون خاورزمینی همینه دیگه، اینجوری یاد گرفته. حالا تا به امروز شما میبینید که اینا به جای اینکه مسئله رو بیان از یه نگاه دوربرد نگاه کنن که اونا چه مشکلی داشتن و شاه و هواداراش چه مشکلات داشتن، زود آنالیز کنن کنار هم بذارن برن جلو سراغ مسائل بعدی. شما بحثا رو که میبینی میونه مثلا هواداران یا مخالفین مصدق تا به امروز اینه که مثلا آقا این پیشنهاد 50-50 که مثلا میگن
انگلیسی ها داده بودن یا فرنگی ها داده بودن، این پیشنهاد اصیلی نبود، نمیدونم چنین بود چنان بود، توی پیشنهادی که آمد مثلا میزان غرامت گفته نشده بود که باید داده بشه. بعد مصدق هم که اون زمان چاست نمیخواست اینو قبول کنه، اومده بود مسخره میکرد تو مجلس که اینا پیشنهاد دادن با غرامت که مثلا من اصلا کراهت دارم بگم. این دیگه چه سیاستیه؟ خب وقتی یارو یه گام کوتاه اومده و تو هم میدونی که آمریکایی‌ها اون لحظه دارن بهش فشار میرن، چون آمریکایی‌ها تا موقعی که مصدق و یارانش کاملا بلوکه نکرده بودن داستان رو، پشت مصدق بودن به انگلیسی‌ها فشار می آوردن. انگلیسی‌ها خب معلومه هیچ خاصی نداشتن که کوتاه بیان، اصلا یه قرون هم بیشتر بودن، چه بسه 50-50 قابل درک هست، یعنی روی استعماری قدیم بودن، به خاورزمینیان به عنوان انسان‌های درجه دو یا درجه سه نگاه می‌کردن، اصلا حال اصول دادن بیشتر از اون نداشتن. قرار دادن آمریکایی‌ها دستشون بده. حالا اون ولی دیگه می‌خواستن قرارداد این ولی مثلا لغو کنن دیگه. ولی آمریکایی‌ها بهشون فشار زیاد می‌آوردن که آقا پیر مرد استعمار، این لحنی هم باشون حرف می‌زدن بعد از جنگ دوم. ولبون کن این مسخره بازی استعماری بذار کنار، ما الان می‌خوایم داستان گشایش بدیم که کمونیسم همه جا رو نخوره. بعد ولی دیگه فشار خیلی بزرگی از سوی آمریکایی‌ها رو اونا بود. اگه دولتی در ایران بود در زمان مصدق ذرت المثقالی عقل دیپلماتیک می‌داشت، به سادگی آمریکایی‌ها رو استفاده می‌کرد ازش و اون 50-50 رو از حلق انگلیسی‌ها می‌کشید بیرون. حالا با هر غرامتی که می‌خواستن بپردازن، چون بالاخره یه غرامت بود بهشون تحصیلات آدم بده، بالاخره یارو ساخته. امکان داشت مثلا افکتیولی مثلا اتوش بیاد بیرون، مثلا یه چیزی که آخر سر یه مدتی 15 سال اینا مثلا 35% میبرن، چون بقیه 15% مثلا غرامت میدن، یا اگه خود بیشتر فشار بیارن مثلا 40% ببرن مثلا از این حرفا. ولی داستان با لج کامل برخورد کرد و وقتی آمریکایی‌ها پنیک گرفتن که اونجا ممکن کمونیستی بشه و این اتفاقات افتاد دیگه، حالا خاورزمینی مسلمان از اون طرف تو بهشت خودش قرار گرفته بود، یعنی تو وضعیت امام حسین در ظهر عاشورا که آقا جلوی من رو گرفتن، وگرنه من داشتم میرفتم اقتصاد بدون نفتم پیاده کرده بودم، چنین کردم چنان کردم، بلند میکردن آسیا رو فتح میکردم. خب یکی هم نیست بگه خب اگه میتونستی که خب میکردی دیگه. حالی بعد از اینکه ایشون به این وضع برده شد، شاه که پشتش حسابی لرزیده بود از تمام این اتفاقات، این چه مدل اصلا کمونیکیشن با هم دیگه، یعنی چون دقیقا حس کرده بود که اگر که 28 مرداد نمیشد سلطنت تو ایران تموم شده بود و با تمام قولایی که داده بود و مصدق بودن پشت قرآن امضا میکرد از این کارهای خاورزمینی، ولی هر کسی میدونه که دروغه، چون اگه میخواستن با شاه محترمانه برخورد کنن نصیری رو زندانی نمیکردن که وقتی فرمان آورده بود. درسته. فوقش مثلا فرمان میگرفت مصدق یا بعد قبول میکرد، بعد دوباره انتخابات میذاشتن، یا این که اصلا قبول نمیکرد تلفن میکرد به شاه میگفتش که درست قانون اساسی یه جورایی به شما این امکان رو میده ولی ما الان توی وضعیت استثنایی هستیم، من نمیتونم بپذیرم اینو، من به رفراندوم بذارم از این کارا، ولی دائما به یارو میفهموند که من میخوام اینجا پادشاهی مشروطه بمونه. شرم جا من فکر کنم از آنچه که در سطح شهرها گذشت و همچنین در روزنامه ها و جراید آن روزها بین 25 تا 28 مرداد فضای شهران نشون میداد که کشور داره به شدت رادیکالیزه میشه، یعنی مجسمه های شاه رو در خیلی از جاها کشیدن پایین، حزب توده سطح خیابونا رو در دست داشت، عکسایی که از 26 و 27 مرداد هست شما به اندازه کافی عکسای استالین پرچمای داکتر چکوش رو ببینید، عملا حزب توده رقیب یعنی رقیب نداشت در سطح شهرها دیگه، درگیری‌هاش هم با زحمتکشان و سومکا اینا قطع شده بود، برای اینکه از 25 مرداد روزنامه‌ای که مثلا حساب کنه روزنامه وزیر خارجه کشوره شده بود فحش‌نامه به خانواده سلطنتی حسین فاطمی میگه اینا میداد که هیچ اعتقادی هیچ پایبندی به مسئله قانون اساسی و حفظ نظام پادشاهی در ایران نبود و نه تنها کشور داشت چارج نعل به سوی جمهوری میرفت، بلکه به سوی آنارشیست و احتمالاً تصرف کامل به وسیله حزب توده میرفت. اینجوری فکر چون جم... مثل تمام کشورهای خاورزمینی دیگه استاندارد روحی پایینه، یعنی کشور خاورزمینی مسلمان میگم نه ژاپن میشه دیگه، استاندارد روحی پایینه، همه عصبیان، همه حق به جانبن، همه لاعقلن، خب این سیستم چی میشه دیگه. یکی از دلایلی که
پادشاهی تو این سیستم ها ثبات میبخشه یا آرامش نسبی میبخشه، همینی که تو این جنونی که فعلا تو این مغزا وجود داره، این یه قطب فعلا اینجا ثبات معمولا وسط هست. رو همین حسابم هم محمد رضا شاه به مصدق و فهمونده بود که اگه میشه این فرمانده کل قوا رو دست کم انتقال ندی. من میدونم تو میخوای مثلا بگی انتخابات سالم انجام بدی، چون میگفت نظامی ها ژاندارمری همیشه دخالت میکنن، ولی من اگه یه بار اینو بدم به تو، اینجا باناناس ریپابلیک خواهد شد. این کودتا میکنه، اون کودتا میکنه، که نمونهاش تو برنامه پیش تو خودت برد. حالا مگه میشه با خاورزمینی اینجوری حرف زد؟ بعد تو تصور کن مثلا محمد رضا شاه توی صحبت اینو مثلا به مصدق میگفت، که میگفت از نظر قانونی یه جورایی باید مثلا وزارت دفاع دست تو باشه، ولی بذار فعلا کنترل ارتش دست من باشه. او این فردا پا میشد میرفت جلوی رادیو شروع میکرد به جار زدن که خود شاه واقف به اینکه داره قانون شکنی میکنه از این حرفا. این فضای عصبی هم که میونه این قوم خاورزمین مسلمون هست، اصلا کسی احدی با احدی نمیتونه حرف بزنه، چون چیزی بنام فضای اطمینان اصلا وجود نداره. این قرآن هم که تون تون امضا میکنن به هم بوس میکنن میفرستن، بعضی پشیز هم ارزش نداره. اینا چون تو دروغ از کودکی بزرگ شدن، اصلا کار روزمره شون دروغ. حالا بذاریم کنار این 28 مرداد چود، ایشون هم دستگیر شد، یه چند نفری هم اعدام شدن، من جمله فاطمی بود، که البته اون دار و دوری که تا به روز را میندازن که چرا اعدام شده این بیچاره که فقط فحش داده بود و این درست نیست، اون ارتباطاتی با حزب توده ایجاد کرده بود. روز 28 هم مصدق پیشنهاد کرده بود که بذار توده یا رو مسلح کنیم، اچه از این دست. بله، که مصدق اونجا سخنرانی هم بگم که در گفتگوهایی که آقای حسین دباشی انجام داده با شخصیت های سیاسی رژیم گذاشته و این رژیم، با آقای عبدخدایی صحبت کرده که از هیئت مؤتلفه اسلامی بود، اول از فدایان اسلام بود، در سن خیلی پایین هم کار میکرده با این جریانات، عبدخدایی و موسوی بجنوردی که تو این تشکیلات بودن این مسائل رو گفتن. عبدخدایی میگه که هست، دوستان میتونن در یوتیوب ببینن گفتگو رو، میگه که من در کنار نواب صفوی بودم و حسین فاطمی قبلا قرار گذاشته بود اومده بود یه قرآنی رو امضا کرده از سوی دوتا مصدق آورد و گفت که شما سپهبد رزمارا رو بکشید، ما هم به شما قول میدیم در برقراری قوانین اسلامی کوشا باشیم و حکومت اسلامی ایجاد بکنیم. حکومت اسلامی که حالا تو ذهن مثلا فرض کنید نواب صفوی بوده، و میگفت از اینجا این تعهد از نواب صفوی گرفتن که رزمارا رو بکشه. شاهدا هر دو زندن و هر دو در تهرانن. بنابراین این که فاطمی فقط پشت روزنامه‌اش داده بوده به نظر نمیاد همین بوده باشه. مطلب خیلی همچنان که گفتیم مفصل کرده. ببین کار خاورزمینی اصلا اینه، کارشون تا مدت دروغ گفتنه. این به این معنا نیستش که مال طرف دربار خیلی بهتره، حالا با اونا میرسیم، اونا چه لعبتایی تو اونا بود، ولی این ولی یا تمام چیزی که دائم دارن تعریف میکنن به قوم، از اون موقع تا الان داستان این حسین شهیدی و کربلا 90 درصدش رو دروغ میچرخه. ولی مثلا موضوع اون نیست. میدونی اصلا چرا این کارو میکنن؟ واسه اینکه هدف خاورزمینی مسلمون تو زندگی اصلا پیشرفت نیست. کسی وقتی یه هدف بزرگتر از خودشو داره، مثلا پیشرفت کلی کشور، که ما آیا باید اینجوری بکشیم بالا، تعداد بی سواد رو ببریم پایین، صنعت رو ببریم بالا، استقلال روحی پدید بیاریم، حالا دیر یا زود یه جورایی به دموکراسی هم خط بشه فلان، فرنگی ها رو اینجا دستشون کوتاه کنیم، ولی نظر رشد واقعی نه از روی لج و اینها. کسی که از این فکر تو سرش داره، و طرف مقابلش هم که از قبیله خودش، یه جوری باش کنار میاد. اینا میشینن پشت پرده با هم نقشه میریزن که چجوری سر فرنگی ها با هم کلا بذارن، میگن تو اون گودکوپ رو بازی کن، من بدکوپ، تو در حقیقت پاسبان خوبه رو، من پاسبان بده رو، یعنی اصلا با هم تقسیم کار میکنن به جایی که به جون هم بیافتن و این مسخره بازی ها رو بندازن. خاورزمینی مسلمان اصلا کارش همین خیمه شب بازی هست. حالا 28 مرداد تموم شد، فاطمی هم اعدام شد، چند تا از نیروهای چپ و اینا هم اعدام شدن. یکی از کسایی هم که آخر این وسط از بین رفت همون کریم پور شیرازی بود که داستاناشو میگفتی با اون فحاشی های عجب و غریبی که تو روزنامه‌اش میکرد. این برهان در مورد این که آقا چوینیا رو فقط فوش داده یا شلوغی کرده، یا این البته اون که گفته بود که اصلا توده ای را مسلح کنید اینا رو اعدام نکن، این درست نیست. ایران که سوئیس بعد از جنگ جهانی دوم نیستش که،
ایران یک کشوری بود که نظر تکامل روحی اون زمان زمان 28 مرداد با قرن 16 هم اروپا پهلو میزد، یعنی حتی قبل از جا افتادن پروتستانتیزم با 500 سال پیش اروپا پهلو میزد. تو اروپا که هنوز تا قبل از جنگ دوم که مثل نقل و نبات سر مسئول خیانت اینو اعدام میکردن. حالا تو قرن 19 هم دیگه بذاریم کنار، اونجا دیگه واقعا ساده بود این امکان. ایران قوانین خودش رو داشت، سختی های خودش رو داشت، کشور خودش رو. چه ربطی به این داره که بقیه بعد از جنگ دوم چیکار میکنن؟ یه مش وقتی اینجا روانی راه افتادن اونجا با نیروهای چپی همکاری میکنن، با مسکو همکاری میکنن، ثبات هر لحظه میخوان بریزن بهم، بعد اگه میبینن سرکار خیابون یه طرفه بود همه رو اعدام میکردن. از یه همچین ترس و لرزی رد شدی، خب انتظار چی داری اونجا چیکار؟ خب معلومه که 10 12 نفر موقع 20 نفر 30 نفرم اعدام میکنن تو همچین کشور عقب مانده ای. به ویژه شاید بگم سازمان نظامی، چون سازمان نظامی که از حزب توده در ایران کشف رو بخش بزرگی از ارتش رو هم گرفتار کرده بود، کاملا یک کار امنیتی در کشور میکرد. مسئله خیانت بود، مسئله اون خیانت مستقی بود. من برای همین گفتم سر مسئله خیانت تو اروپا مثل آب خوردن ادام میکردن تا قبل از جنگ دوم. مثل آب خوردن اونی که حالا میگه من تازه جنگ دومی که اینا جنگ دومش از ما 400 سال جلوتر بودن، از ذهنی 400 سال جلوتر بودن. ایران بودو خیانت ادام داشت، درست بازم اینا تازه بعد جنگ دومی که به این درجه از رویش رسیدن، به رشد رسیدن. قبلش نه، قبلش خب اون با ساختار خودشون این راه دیگه نیست ادام میکردن که اون چیزی که قوم میپذیرفت یا لازم داشت یا باید وقتی میخواستید واقعا کیفر بکنی بالاتی که جدی بگیرن تو قومی که از توسعه نیافته. حالا بگذاریم این داستانا اومد گذشت. این میزان دروغ ها و بعد لاف گویی ها سرهم کنی ها ظهر آشورا برکشی ها حماس سری ها دیگه به مرز جنون رسید. به جای اینکه بیان بشینن با هم صحبت کنن، حتی بعد از اون اتفاقم با خود شاه یا دوربریاش تماس بگیرن و صحبت کنن که چجوری میتونیم حالا اتفاقاتی رو که افتاده لای رو بکنیم. این اگه یه مش فرنگی بودن بعد از اتفاقاتی که افتاده بود، من مثلا مصدق داره میره دادگاه که محاکمه بشه که به خاطر اون که اون فرمان رو رد کرده بود معلوم بود که بدن حداقل زندان میگیره. من اینو بهت بگم، تو خود آلمان اگه بود تا اول قرن 20 هنوز زمان شاهنشاهیشون واسه یه فرمان رسما اومده و رد کرده، یعنی فرمان عزل رسمی اومده و رد کرده، اعدام میکردن. اعدام میکردن حتی نه زندان. این گفته یارو یاقی دیوانه شده. تو خود انگلستان تا سلس آخر قرن 19 هم میکردن برای این کارو. بعدش نه، یه 20 سالی براش میبریدن ولی تا موقع اعدام میکردن، چون میگفتن که خیانت رسمیه، یاقی شدن رسمیه. درست. حالا ایران هم که من عرض کردم که ما در قرن 16 هم بودیم که از شعور که اینو در قرن 19 هم 20 هم من دارم میگم اینا رو. خب حالا ایشون هم که گرفتن زندان کردن، از دور خارج کردن. اگر اینا یه مش فرنگی بودن، هواداران جبهه ملی میومدن میگفتن اوکی آقا مهتر ما یه خورده اغراق کرده، قبلش هم راههای جالبی نرفته، از اون رفراندومش گرفته و انحلال مجلسش گرفته، اینکه کارهای جالب نبوده، چون دور و بریاش هم میگفتن آخه کار جالبی نیست. اگه یه مش فرنگی بودن بعد از این اتفاقات میومدن یه نامه مینوشتن به شاه که اعلیحضرت خواسته های ما رو که میدونی، خواسته ما اینه که اینجا حکومت قانونی تر بشه، نفوذ دربار و شاه روی حداقل قانونیش محدود بشه و کشورم ساخته بشه و این حرفا. تو مسئله ساختن ما مخرج مشترک داریم. در مسئله پیاده کردنش از کنترل خارج شده، این خصومت پید اومده، بگذارید توی دیدار بزرگ با هم حلش کنیم. تو دربار بشینیم با هم زود یه راه حل پیدا کنیم که بعد از این اتفاقاتی که افتاده، حالا ولو اینکه مصدق ممکن بود چند سالم زندان بگیره چون با اون کاری که کرده بود باید زندان میگرفت، کارش نمیشد کرد. حالا با تمام خصومت هایی که اومده بذار یه راه پیدا کنیم که این بحران رو رد کنیم و برگردیم هرچه زودتر به روال عادی کار و ساختن کشور. و این بحران مصدق هم به عنوان یه بحرانی که اومده و رفته بهش نگاه کنیم. چیکار کردن این خاورزمینی ها به جای همچین چیزی؟ اونا اونور شروع کردن سینه زنی و تو سر خودشون کوبیدن تا به امروز.
این ورم که مال دربار باشه هیچ وقت یک چنل یک کانال درست صحبت با اونا باز نکرد. البته باز کردنش هم کار حضرت فیل بودا با اون مدل عصبی و احمقی که اون که داشتن، ولی کوشش اساسی هم نشد. اینطور نبود که مثلا از شاه هم یه دستخطی مونده باشه تا به امروز، یا از وزیر دربار که بله تو مثلا صحبت‌های مفصل با اعلیحضرت ما به این نتیجه رسیدیم که این اتفاقاتی که افتاد سر آقای مصدق اینا نباید میافتاد، از کنترل خارج شد و آخرم با یه همچین راه خصومتباری فقط دیگه میشد آب از جوب رفته رو بهش برگردوند. ولی ما در چندین جا دیده بودم، خونده بودم که 1339-40 زمانی که دکتر امینی نخست وزیر میشه، میل خود شاه این بوده که یکی از جبهه ملی بر بکشه برای نخست وزیری. جبهه ملی دوم هم اون هنگام تشکیل شده بوده به صورت مثلا یه جمع 40-50 نفره که خونه چند تا از این قدیمی ها جمع میشدن در تهران و به صدا گپ و گفتگو با هم دیگه داشتن. و وقتی که از طریق یکی از تجار بازار ظاهرا پیام میره که شما ترجیح میدم یکی از شما بیاید به جای علی امینی، شاید به خاطر اینکه علی امینی خیلی به امریکایی ها نزدیک بوده شاید ترجیح میداد از یکی از اینا استفاده کنه، همه سریع عقب میکشن و تحت هیچ عنوان پا پیش نمیذارن برای اینکه همکاری بکنن. بله عرض کردم این جبهه ملی اینا خب همون خاورزمینی آدمای سختی بودن، ولی همچین آغاز کمونیکیشنی هم باید درست بعد از رویداد اتفاق می افتاد، یعنی 3-4 ماه بعدش. درست. اگه توی کشور درست حسابی بود، حالا اونا که دیوانه بگذاریم کنار، این ورم ولی دربار وظیفه خودش میدید که یه بار یه چیز کتبی شابد وزیر دربار بنویسه یه آدم واردی که آقا از نظر ما، من نمیدونم شما چجوری داستان رو میبینید، ولی از نظر ما رویدادهایی که رخ داده بود توالیش اینا بوده و ما آخر سر بوکسبات کرده بودیم و آدم دیگه با زور آخر یه جوری کنترل نگه داشت، وگرنه اصلا داشت کشور میگسست. من برام جالبه که شما چه جوری داستان رو میبینید. ببین آدم اینو مینویسه با علم به این که میدونه طرف مقابل دیوانه است، یعنی اینکه از اون طرف فقط گریه میاد و زاری میاد و سینه زنی میاد و دروغ، چون کار خاورزمینی هست، اینجوری از بچگی یاد گرفتن مظلوم نمایی و نقش قربانی رو بازی کردن. بله بله، حالا نوبت خودش که میفته که نهایت دیگه میکوبه ها، ولی وقتی که میبازه اینجوریه داستانش. ولی با علم به اینکه تو میدونی با مردمت اینجوری هستن، طرف مقابل اینجوریه، تو باید سر کمونیکیشن رو باز کنی و بعدم اگه اینا اومدن و باشون صحبت کردی بگی ببینید الان اجازه بدید ما یه مدتی با یه درجه بالاتری از اقتدار مرکزی اینجا رو جلو ببریم، چشم، بعد از 7-8 سال دوباره بازش میکنیم به هر مدلی که شما دوست دارید. بعد اونا بیگمان رد میکردن، بعد و بیرا میگفتن میرفتن پی کارشون، ولی بعدا نمیتونستن هیچ وقت ادعا کنن که رسمی باهاشون این تماسا گرفته نشد. این مسئله کمونیکیشن یا ارتباطات یه اولا این نمودی از اینی که تو به طرف مقابل احترام میذاری، دومانم تو بهش میفهمونی که من هم یک نگاهی به جهان دارم، منم طبق یک سلسله مراتبی واکنش از خودم نشون دادم، خودکامه نبود، پشتش سلسله مراتب بود، من از دید خودم یک فاجعه میدیدم، شما ظاهرا نمیدیدید، خیلی هم راضی بودید، حالا چرا نمیدونم، من یه فاجعه میدیدم که در آخرش داره از کنترل خارج میشه، شما میگید نه خیلی هم عالی بوده. ولی از نظر من توالی رویدادها اینه، یا از نظر ما توالی رویدادها اینه، به چاره دیگری نبوده و من در اسرع وقت باهاتون تماس میگیرم، حالا شما هر چقدر میخواید بعدو بیرا بگید، ولی من از طرف خودم با شما پیوسته تماس خواهم گرفت، چون بالاخره اونها یه بخشی از مهتران همین کشور بود، حالا درسته که مهتران خاورزمینی همه خلوچلن، ولی بالاخره مهتران این کشور یه بخشش همونا بودن. این نبود کمونیکیشن تو این قوم واقعا برای من از عجایب اسلامه. اینا سختشون میشه برای همدیگه یه جمله بگن، اون لحظه که میخواد سر صحبت باز کنه یه مقدار بگه ممکنه منم اشتباهی کرده باشم، ممکنه من داستان درست نهید، اصلا اینکار داری میمیره. خب البته ما در مورد این صحبت کردیم که اینا رو چجوری این الگو از اسلام یاد گرفتن، چون همون الگو الله است که چی توضیح نمیده، فقط با مش میزنه. اوکی بسیار خوب، ولی از یه جا بالاخره باید تعمیر رو آغاز کنی.
از یه جا باید آغاز کنی. حالا شاه حال حوصله صحبت کردن با اینا نداشت، اعصابش هم خراب بود، حسابی هم ترسیده بود تو اون رویدادها و گمان میکرد که رویدادها به او حق مطلق دادن که الان دیگه برنامه تو ذهن خودش رو ببره جلو. برنامه شاه چی بود؟ برنامه شاه ادامه برنامه پدرش بود، تو حالت متمدنتر، مدرنتر، شیکتر. یعنی ما هر چه زودتر این کشور از دیدگاه صنعتی برمیکشیم، سطح درآمد میبریم بالا، سطح بهداشت میبریم بالا، قدرت ملاکای منطقه ای رو تو اون حالت که در حقیقت حالت خودکامه داره میشکنیم. اینا رو از اول هم گفته بودا، از یکی دو سال بعد از اومدن که پدرش رو بردن و اومد سر کار، حتی سال 42 میلادی 43 بود یا در این مورد صحبت کرده بود که ما باید یه حداقل درآمد ایجاد کنیم، این ممکنه با اصلاحاتی این در سطح اراضی حتی همراه باشه. اینا از اول این فکر تو ذهنش بودن که این کارا باید انجام بشه، پویسرم تخت 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 واسه این که این سطح تمدنی اینجا بره بالا. حالا تراژدی که رخ داده بود این بود که یه بخشی از مهتران سر این داستان غرق شده رفته بودن و اینا خب باید از یه گزینه کوچک شده تری باید انتخاب میکردن، افرادی رو بر سر کار میذاشتن که کار جلو بره. ما الان توی آغاز این صحبت هستیم که توی نشستهای آینده خواهیم شکافت. من اگه تصویر رو دوباره نشون بدم که به اون توالی نخست وزیران رو دوباره ادامه خواهیم داد که بعد از مصدق خب ما با زاهدی برخورد خواهیم کرد که مدت کوتاهی بود، در حقیقت یه جور جوکر میان راه بود. خیلی زود هم شاه دریافتش که از اون توان ذهنی یا این اصلا برخوردار نیستش که اون کارای گشایش کشوری انجام بشه. بعد مهره وفادار به دربار آدم شست و رفته علا اومد که صحبت های اولی انجام بشه به سوی دقیقت اون برنامه های عمرانی و گشایش ها. علا اعتماد شاه همیشه بسیار بود، ببینید در زمان های گذر به یه حالت دیگر از علا استفاده میکرد که فعلا آرامش توی سیستم برگرده. بعد ما اون موقع دوران اقبال خواهیم رسید که در اینجا کوشش های شاه برای اینکه آزادی نسبی برگرده و حالت منظمی کشور پیدا کنه از طریق اقبال به شکست برخورد، با اون انتخابات عجیب و غریبی که اقبال انجام داد که میزان دروغ و دغل و تقلب دیگه چنان سر به فلک میکشید که دیگه همه آبروشون رفته بود. یعنی اینم انسانهای داخل کشورم این بود دیگه، وقتی میخواستی روشون تکیه کنی این نتایجی که میومد بیرون خیلی اوقات اینجوری بود. حالا خود مصدق بود که با اون رفراندومش که صندوقا رو جدا میکرد که مخالفا رو با چماق بزنن، اونی که میگفتش که من اومدم که انتخابات رو همه رو بهینه کنم، اینم تحصیل کرده فرنگ اومده بود مثلا رئیس دانشگاه اینا بهش انتخابات میدن بگردونه در سطح زامبیا سازماندهیش میکنه. بعد یه مش افرادی که نیمه تکنوکرات بودن شام میخواست روشون تکیه کنه ولی چیزی بارشون نبود. یکیشون شریف امامی بود، یه آدم تا مغز استخوان فاسد و بی برنامه تو مغزش، حالا با اینکه مراتب اداری رو گذرونده بود ولی هیچ ایده بکری هیچ وقت تو ذهنش نداشت. البته از دید خودش اگه ازش میپرسی شریف امامی میگفت نه من هدفم ساختن این کشوره، ولی شریف امامی اون مدل سیاست مداری که من نامش بذارم چلو کبابی خاورزمینی. حالا ما توی این نشستایی که آینده میرسیم بیشتر صحبت میکنیم. با امینی تازه کارا سامان گرفت، توی نشستای آینده بهش میرسیم. امینی آدم برخلاف اون یکی ها هم پر از فکر بود، هم پر از ایده بود، هم شست و رفته بود و شاه مدت درازی روش تکیه نکرد، یه جوری باش راحت نبود، شیمیشون با هم دیگه نمیخوند. ولی این یه سیستمی بود که میتونست کار کنه، مال این یکی قابل کار کرد بود. حالا بیشتر باید بشکافیم که چی شد که امینی شهر هم از نوادگان قاجار هم بودن. بله بله، اینا ایشون رشته کهن داشت. بله دقیقا، خیلی خیلی هم کوشش کرد به ایران خدمت کنه به خاطر روابط خیلی خوبی که با آمریکایی‌ها ساخته بود از دوران مراتب کاریش و تحصیلاتی و اینها ساخته بود. این
این روابط رو تا نهایت به کار برد که آمریکایی‌ها شریان‌های کمکشون رو به ایران به حد اکثر برسونن و کار ایران را بیفته. یکی از بزرگترین آدم های خادم قرن بیستون بود، ولی درست هیچ وقت در مورد کاراش آنالیز نشده. شرف جان، این کمک هایی که دکتر علی امینی در پی جذبش از امریکا یا بود افسون بر اصل چهار ترومن بود که به خیلی از کشورهایی که در خطر سقوط به دامن کمونیست بودن امریکا یا میدادن دیگه پس از جنگ دوم. نه خیلی فراتر بود. ببین، امینی هم با افراد امنیتی اونجا در تماس بود، هم با افراد اقتصادیشون، هم با خود کاخ سفید رابطه درج یک داشت. موضوع اصلا از این مسائل خیلی خیلی کامپلکس داره. من سر داستان یه خورده باز میکنم، بعد اونجا گسترده. هنوز هیچ کسی عظمت امینی رو و اون کمکی رو که کرد نفهمیده. آمریکا یا اون زمان سر یه دوراهی قرار گرفته بودن که ما مشکل ایران و مرز با کمونیسم رو میخوایم از طریق این حل کنیم که یه حکومت مذهبی بیاریم و کلاسیک، مذهبی و کلاسیک، مثل پاکستانی که بعدن اومد، مذهبی و کلاسیک بیاریم و کمونیسم رو خفه کنیم و خود این خاورزمینی هم تو اسلام خودشون خوشن، خودشون با خودشون خوشن و داستان، ولی در داخل خودش استیبله. یا اینکه میخوایم با متد اروپایی میخوایم کمونیسم رو عقب برونیم، یعنی سطح زندگی رو میکشیم بالا و چون سطح زندگی میره بالا، افراد از روی رفاه دیگه کمونیست نمیشن. کسایی مثل جورج بال که بعدن هم بودن، اینا پیوسته اون تئوری مذهبی رو میخواستن. این آدم رأی همه رو زد و متقاعدشون کرد که باید به ایران به عنوان یک کشور اروپایی نگاه کنن. یه دوراهی خیلی خیلی بزرگی رو تغییر داد به طرف بله. هیچ وقت هم هیچ کسی این مسئله ندونست یا نفهمید. بعد از چرا حالا امینی رفت کنار و بعدش علم اومد، اون حالا دلایل ویژه تکنیکی داشت. شاه با علم خیلی راحت تر بود و میدونستش که بعد از انقلاب سفید درگیری هایی میاد که گمان نمیکرد امینی درست از پسشون بر بیاد. این مسئله خیلی خیلی کامپلکس هستن که ما حالا توی نشست های آینده بهشون میرسیم. من فقط می‌خواستم اوایل دهه 40 آقای علم نخست وزیر اوایل دهه 40 بله هجری بله یعنی بله بله اتفاقا داستان خیلی مهمی هم هستش که شاه در اون زمان نگران نبود از در افتادن با امنای مذهبی. یعنی این اعتماد به نفس رو داشت که حالا میشه در مورد این بحث کرد که چگونه به این اعتماد به نفس رسیده بود، چون بعدش وقتی درگیری ها بالا اومد تا اون بیمار بود دیگه. ولی تو این دوران اینطور نبود. در این دوران شاه هوادار این بود که ما اگه دیوار سختی هم جلوی ما نهاده شد باید بشکنیم و توش بگذریم. یکی از اختلاف نظراش با روانشاد امینی هم سر این بود. امینی سیستم خیلی خیلی دموکرات و فرنگی داشت و بر این باور بود که ما همه رو باید از راه کاملا از راه صحبت متقاعد کنیم. بر همین خودش هم رفته بود به قم، یعنی میرفت و با امنای مذهبی در گفتگو بود، حتی با خمینی صحبت کرده بود، با نهایت حوصله نشسته بود، همه چی رو توضیح داده بود، دوباره توضیح داده بود، دوباره توضیح داده بود. پس از بازگشتم گفته بود که خمینی واقعا آدم دیوانه ایه. یعنی میگفتش که با برهان اصلا نمیشه باش صحبت کرد. ولی باز هم به این باور داشتش که از داخل همون دستگاه دموکراتیک ذهنی که خب اگه قوم یه جاهای مقاومت کرد و نخواست پیشرفت کنه، خب ما امکان داره با سرعت پیشرفت رو بریم پایین. یعنی اینو میخواستش که به سیستم اروپایی همیشه یه حداقل توافق درونی در جامعه باشه. شاه بر این باور بود که اینجا با یه صد دینا الان روبرو هستن که این صد دو هم اونطور که پدرش ایمان داشت که برخی صد داره باید با چکش شکست، اینو باید با چکش شکست و بعد از اونی که آدم به یک مرحله نوعی میرسه و اونجا میتونه اون موقع تازه اون توافق اجتماعی رو پدید بیاره. شاه البته ما بعدن تو آنالیزهای مفصل بعد خواهیم دید که چیزی که جلوی رسیدن به هدفش رو گرفت این بیماریش بود. این بیماری خیلی نابهنگام اومد و قبل از اینکه پروسه ها فاینالایز بشن از پادرش آورد و سیستم موقع در هم شکست، که این
نشون میده که در حقیقت یه ستون اصلی تمام این پیشبرد خود شاه بود. و تو من همین داستان شهرام جان پس از علم حسن علی منصور گذاشت به عنوان نخست وزیر که بله برای از مجموعه از تکنوکرات های دانش آموخته ای بودن که تازه رشد کرده بودن، و پس از منصورم که توسط فدایان اسلام ترور شد دیگه دوره 13 ساله هویدا رو داریم بله که خب درآمدهای سرشار نفتی میاد و تشکیل اوپک و دور گرفتن ایران به عنوان کشوری که حالا درآمد قابل ملاحظه ای داره و ما رو میاره تقریبا تا آستانه انقلاب و بعد آموزگار و شریف امامی و حالا ما ازهری و بعدا به اون دوران هویدا که برسیم، بعد اون موقع به مغالطاتی که اونجا جا افتاد تو سیستم هم میرسیم. ببین این نخست وزیرا، حالا شریف امامی رو بذاریم کنار، میستر 5% خداوندگار فساد، اقبالم که خود عقلش گرد بود، ولی کسایی مثل حتی زاهدی دانشمندی نبود. اینو بهت بگم، پسرش هم چندان جالب بار نیاورده بود که هنوزم ایشون زنده است، آدم میتونه سطح شعورش رو ببینه. آدم دانشمندی نبود، ولی هم زاهدی هم علا امینی نسبتا زیاد و حتی علم، اینا در دارای شخصیت نخست وزیری بودن. یعنی اینکه خیلی جاها با شاه صحبت میکردن، کشاکش میکردن و خیلی جاش میفهموندن که بالاخره قوه اجرایی کشور دست نخست وزیره. درسته. یه جورایی خوب حتی شرم جان دکتر منوچهر اقبال هم که کسی بود که مرتب میگفت من شاکر خانزاد هستم و من کاره نیستم و یک منش دیگری از خودش بروز میداد، چون سالها رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بود، من موقع در ایران در شرکت نفت کار میکردم تمام ساختمان شرکت نفت که میرفتم مهمترینشون در تخت جمشید، تمام قدیمی ها حتی نگهبانان میگفتن که دکتر اقبال زودتر از همه میمد سر کار، یعنی شب تاریک بود ساعت 4 میامد و دیرتر از همه ساعت 8-9 شب شرکت ملی نفت رو ترک میکرد. و در یه چیزی همه متفق القول بودن، در این که این آدم از نظر درستکاری و پاکدامنی بیرقیب بوده. این منظوری که حتی کسی هم که شاید اون جبروت نخست وزیری رو نداشت و هیچ برش و کارآمدی در پست نخست وزیری نشون نمیداد، در جای دیگری که به کار گرفته شده بود هم آدم بسیار درستکاری بود و هم آدمی بود که بیش از هر کسی دیگری در وزارت خونه دست کم در ساعت کاری که هیچ دو برابر اون حضور داشت، که اینا نشون میده به هر حال یه فضیلت هایی نزد این افراد بوده. اینجان اون زمان مثل زمان اسلام که آدم های جانی و آدم کش و متجاوز جنسی و بیسواده که به مقام مهتری بنده میکشیدن، خب یارو بلد بودن یه کارایی. خب درسته ما بعد از جمهوری اسلامی دیگه به آدم های دیگه آدم کش و لوادکار و اینا بون استاندارد انسانی آدم همش روز عادت کرده، ولی قبل از انقلاب خب از نخست وزیر انتظار داشتن که باید یاروی شخصیت مهتری باشه. درست. مهتری باشه. واسه همین آدم با انتظارات بالا باشون برخورد میکنه، که وقتی مثلا اقبال اون انتخابات بسیار بسیار زشت و سازماندهی کرد یا درست با شاه صحبت نمیکرد، غلام خانزاد مسخره بازی ها دیگه، چه نخست وزیر ایران. این در حقیقت خب اشتباه خیلی بزرگی که بعدن هویدا بهش دچار شد. درست. هویدا که در مسئله سازندگی و اینا همراه کامل شاه بود ولی نقشش درست انجام نداد. این یکی نخست وزیرام، حتی یه آدم عجب غریبی مثل شریف امامی، اینا برای خودشون شخصیت نخست وزیری هم داشتن. یعنی خیلی جاها با شاه دچار درگیری می شدن و از خودشون مقاومت می کردن و نظر خودشون رو قوی می گفتن. و این وظیفه نخست وزیره، حتی تو یک سیستمی که دیگه کاملا مشروطه انجام نمیشه، فعلا اختیارات بیشتر به اون شاه داده که کارهای سازندگی فعلا پیش برده بشه تا اینکه بعدن یه موقعی بخواد باز عادی برگرده. ولی روانشاد هویدا اینطور نبود، اون تقریبا کامل ول کرده بود، دقیقاً کارهای خودش انجام میداد و برخی وزارتخونه ها و حوزه های تصمیم گیری هم دیگه بی دفاع سپرده بود به شاه. اصلا به نفع شاه هم نبود. شما یه نخست وزیری لازم داری که سر جای مهم هم بکوبه رو میز جلوت بیسته. شرم به نظر میاد از پس از علن شاه روی آورد، هم حسن علی منصور و هم باجناقش امیر عباس و هویدا روی آورد به کسانی که
به دانش آموخته های غرب رفته از خانواده های متوسط بودن. یعنی علم که مثلا فرض کنید پسر خان بیرجند حسین علا که از خانواده بسیار مطرح در ایرانه، عرض کنم خدمتون که این شخصیت شریف امامی که پدرش از روحانیون گردن کلوف و از ثروتمندان تهرانه، جاش میدن به بچه کارمندها، کارمندهایی مثل حسنعلی منصور، مثل امیرعباس و هویدا و رجال سیاسی که به قدرت میرسن، حالا اینا نخست وزیر بودن، وزیران و دیگران که به بازی گرفته میشن از میدل کلاس طبقه متوسط ایران میان. این هم یک تغییر است که به نظر میاد نسل دیگری ساخته میشه از اون رجال سنتی قدیمی ملاک صاحب نفوذ در جای جای کشور، میرن سراغ مثلا جمشید آموزگار که از یه خانواده معمولی از اصفهان مثلا استان فارس اومده، ازهاری که حالا بعدها مثلا یه خانواده بسیار معمولی از شیراز اومده و اینها احتمالا پدرانشون یه چیز در حد کارمند دونپایه مثلا کشوری بودن. این هم یک مشاهده بعدا قابل بحثه، اینه که تو میگی که چرا اینا دیگه اگه اون قبلی ها یه اشتباهی داشتن، چرا این یکی ها دیگه به حمدالله تمام چلو کبابی بودن. درست. یعنی که البته تو اروپا برعکس بوده، اونه که کارمند بودن یا قشر شهروند بودن، اینا معمولا حس مقاومتشون علیه شاه و گفتن نظر خودشون بیشتر بود. مثل تاچر، مثل مارگارت تاچر. ما هر چی اصلا کلا تمام تاریخ اروپا تو این 300 سال اخیر رو همین شهروندا، شهرمنش ها ساخته شده بود که یارو از چون میگفت من بورژوا هستم و اعتماد به نفسش از فضیلت فکریش میومد، اینا جلوی مقامات سنتی اتفاقا بیشتر با قوت برهان میزداد. برهان ها نه مثل مال خاورزمین جیغ و داد و بیداد و حسین شهیدی یا این حرفا، برهان آدمیزادی، ولی دفاع میکرد. حالا چرا مال ما کارمندامون به حمدالله تمام بی شخصیت یا چلو کبابی هستن، حالا اون دیگه مبحث دیگری است که باید در موردش صحبت کنیم، ولی اینا شاه به حال خودش رها کردن. بعد این حرفی که میزنن که شاه از آدمایی که مقاومت روحی میکردن خوشش نمیومد و خوشش میکرد که کنارشون رد بشه، خب این خاصیت خاورزمینیه. من تو عمرم تا خاورزمینی ندیدم که قدر بحث آزاد و واقعا بدونه. همشون یه جورایی دوست، شاه هم این ضعف رو بسیار داشت، ولی این چه ربطی به وظیفه شما داره؟ وقتی به اون مقام شما رو برکشیدن، شما وظیفت اینه که از اون نهاد دفاع کنید، نهاد نخست وزیری. کارت درست انجام بدید. به خاطر تخصص خودم مسئله نفت و گاز، از دو سه نفر از کسانی که گاهگاهی طرف رایزنی پادشاه قرار گرفته بودن در مورد مسائل نفتی، حالا یا خودم شنیدم یا خوندم ازشون مطلب، مثلا فؤاد روحانی، مثل پرویز مینا، مثل فریدون فشارکی، اینها میگفتن که در زمینه نفت و گاز قطعا شاه بسیار گوش شنوا داشت و حرف منطقی رو میپذیرفت، شاید به دلیلی که میدونست اونها بهتر میدونن، میپرسید و قانع میشد و معمولا اونجوری عمل میکرد. گاهی وقتا خواسته هایی داشت که عملی نبود، بهش توضیح میدادیم که چرا عملی نیست و بعد یه جای اون وسط به یه سازگاری بین خواسته ایشون و واقعیتی که عمل پذیر بود میرسیدیم. به هر حال شاید در مواردی هم دیده آدم های اظهار نظری میکنن که اینها این کاره نیستن، اینم ممکنه موثر باشه. چرا نه، میدونم چی میخوای بگی، ولی اون هیچ ربطی به این وجدان شخص نداره که وقتی یه نهاد بزرگی رو بشه. ببینید، ما در مورد دوران پیش از سر کار اومدن مسلمان‌ها داریم صحبت میکنیم، خب این یکی که کاملا آدمکش و جاهل و خل و چل و اینا هست، اون اصلا داخل آدمیزاد اصلا نمیشه سخت شمرد که بخوای دماش بحث کنی. ولی قبل از اون یه استانداردهای دیگری بودن، یعنی وقتی مقام نخست وزیری رو به کسی میسپردن، اون میدونستش که این یه مقام اساسیه و این نمیتونه اینو تنزل بده به حد اینکه فعلا من خودم راحت باشم اینجا. تا یه اندازه زیادی روانشاد هویدا این کار رو انجام داد، با اینکه انسان بسیار شریفی بود و کوشش میکرد که شاه همراهی کنه، ولی وظیفه نخست وزیریش رو تو خیلی زمینها درست انجام نداد. باز آدم بعد یه بحث بزرگی در خواهد گرفت که این حالا گناه خود محمد رضا شاه بوده که یه افرادی رو میخواست اونجا بذاره که براش فرسایش کمتر ایجاد کنن که این طبق خاص خودش موقع تخت گاز گسترش رو بده، ولی اگر همچین خاصی داشته بوده باشه
ربطی به اون وجدان اون نخست وزیر نداره، اون باید از وظیفه خودش درست دفاع کنه. ولی درست. کسایی که بعدن اومدن چلو کبابی بودن، چون آموزگارم تو همین حالت بود. درست. ولی اگه این بحث شرکت اشتراک خارج بکنید تصاویر رو، یه 2 دقیقه آخر رو هم به نکته بپردازیم. ما همچنان که همینان ارجمند اطلاع دارند و قبلا هم گفتیم، بارها گفتیم، هر آنچه که در جنبش رنسانس ایرانی انجام میدیم از زمان و امکانات و توانمون و حتی پول از خودمون مایه میذاریم، دوستانی که هستن پشتیبانی میکنن، یه مقداری برای تولیدات فرهنگی هست، یه مقدار کارهای شبکه های اجتماعی است، ولی یک هزینه قابل توجه هزینه ماهواره است که باید به تلویزیون پارس پرداخت بشه که با نهایت محبت تو این چند سال برنامه ها رو انجام دادیم باهاشون و هر از چنگایی هم که پرداختمون عقب افتاده لطف کردن و به رومون نیومدن تا اینکه تونستیم جبران کنیم. ما 2-3 بار از همیاران خواستیم که همیاری بکنن. سایت iranianrenaissance.com iranianrenaissance.com که تارنمای ماست، اگه اونجا تشریف ببرن تو بخش همیاری یا دونیشن میتونن اونجا کلیک بکنن و با پیپل یا کردیت کارت پرداخت کنن. نخست خیلی میخواستم سپاسگزاری کنم از همیهنانی که این کار رو کردن. برخی به طور ماهیانه تنظیم کردن که کردیت کارتشون چارج بشه، برخی به طور موردی رفتن و هر از چندگاهی مبالغی رو کمک کردن که بسیار مؤثر بود و هست. من دیروز دیدم که صندوقدار جنبش رنسانس ایرانی محبت کرده بود و فهرست دریافتی های سال 2020 رو از 1 ژانویه تا 31 دسامبر 2020 رو به روز کرده بود و افزوده شد به تارنمای ما. یعنی شما اگر به سایت iranianrenaissance.com برید می توانید فهرست پرداخت ها رو از آغاز تا پایان 2020 ببینید به نام افراد و مبلغ، مگر کسانی تک و توکی بودن که دوست نداشتن نامشون گفته بشه چون به دلایلی ممکن بود مثلا مسافر ایران باشند و برن و بیان. حالا خیلی از دوستان که محبت کردن، بانو جوانشیر، بانو کیوانی، دوستان جناب مظاهری، جناب نصیری، جناب بیگدلی، آقای حجازی، آقای قیصری، خیلی دیگر دوستان من الان حضور ذهن ندارم، جناب رضازاده، همچنان به خاطر محبتی که کردن امکان انجام برنامه ها تا کنون بوده. امیدوارم که کسانی که این کار رو کردن پی بگیرن اینو و کسانی که تا حالا فرصت نکردن تو این زمینه مشارکت کنن. فراموش نکنیم اگر ما میگوییم از نو میخواییم ایرانی بشیم و میخواییم که از این خوی و خصلت مسلمان بودن دوری بکنیم، یکی از ویژگی هایی که از شاخصه های ایرانیان مسئله دهشمندی بوده، اینقدر مسئله دهشمندی در میان ایرانیان مهم بوده که شما می توانید ببینید کل هدایایی که با آتشکده ها داده می شده، اشوداد یا وقف که اصلا سیستمی است مربوط به ایران پیش از اسلام که در دوره اسلامی یه جور دیگه باش اصطلاح رفتار میشه، همه این گاهنبارها، مهمان کردن دیگران، همه برمیگرده به این که به هر حال از آنچه که میتوانیم باید برخی و برای خوراک روح، خوراک فکر، خوراک مغز و روشنگری و روشنسازی جهان ازش بهره بگیریم. سپاسگزار میشیم که تو این زمینه همیاری بکنید. شما چه نکته هست بخوای اضافه کنی یا نه؟ فقط اون خب اینجا دهشمندی به خاطر یک ارزش والا به خودی خود دیگه، نه واسه پاداش تو اون جهان. این مسئله ایرانیش دقیقاً همینه. دقیقاً، کاملا. بسیار سپاسگزاریم و تا نشست بعدی، بدرود و شب خوش. شرم جان، سپاس. بدرود.